سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم بی‌نظیر باشید. جلسه امروز در رابطه با شخصی سازی برنامه 4 ماهه رایگانه. میخوام بگم داوطلبای خودم چطور میتونن از این برنامه استفاده کنن، بچه‌ای که با من مشاوره دارن و داوطلبای عزیزی که با من مشاوره ندارن چطور باید از این برنامه استفاده کنن. خب بعضی از درس‌ها رو کلاس میری، بعضی از درس‌ها رو جلوتری، بالاخره باید شخصی سازی بشه این برنامه و خدا رو شکر استقبال خیلی خیلی بی‌نظیری شده از این برنامه و بچه‌ها واقعا حال کردن با برنامه و این خیلی حس خوبی رو به ما منتقل کرده. من فقط چت بچه‌ها رو اینجا سیگاره. به 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 به، سلام سلام سلام. موزیک فقط ریپلی بشه. بچه ها قبل از اینکه در رابطه با این برنامه هایی که به صورت فایل زیپ شده براتون ارسال شده بخوام، این ستا یکیش براتون ارسال شده دیگه، قبل از اینکه در رابطه این موضوع بخوام باتون صحبت کنم، میخوام در رابطه با یه موضوع دیگه باتون صحبت کنم. سومین پست پیج اینستاگرامم در رابطه پدر مادر صحبت کردم باهاتون و یه استقبال خیلی بی‌نظیر شد از این پست، اینکه به خاطر پدر مادرت هم که شده تلاش کنی. خیلی ها پیام دادن، دایرکت دادن، اشک ریختیم با این ویدیو، خیلی ها گفتن که حس خیلی مثبتی بهمون داده، میخوام بجنگم، میخوام شروع کنم به تلاش کردن. اما یکی دو روز که از این قضیه میگذره من با بچه‌ها که صحبت میکنم میبینم فقط انگار از ویدیو خوشتون اومده، اون تغییره پس کی قراره ایجاد بشه؟ بچه من یه موضوعی خیلی تو این چند روز دارم میشنوم از شماها، اینکه آقا احساس میکنیم که اون تغییر اساسیه ایجاد نمیشه، فرقی نمیکنه تو چه بازه ترازی باشی، یا یه حس بدی دارم، احساس میکنم نکنه نشه، هی ترس از نتیجه دارم، فرقی نمیکنه. یعنی داوطلب رتبه یه رقمی من توی آزمون قلمچی همین حرف رو میزنه، داوطلبی هم که حالا یه مقدار ترازش فاصله داره از اون رویای اصلیش داره این حرف رو میزنه. میخوام بهتون بگم که چیکار کنیم که این حسه بره. بچه ها ببینید، من الان 11 سال کار آموزشیمه، 11 سال دارم کار آموزشی میکنم. توی مسیر خب به هر حال پروژه های مختلف بیتست شده، کار کردیم روش، بعضیاش شکست خورده، بعضیاش نتیجه گرفته. وقتی یه فلشبک میزنم به عقب نگاه میکنم میبینم کارهایی که دلی انجام دادم بدون فکر کردن به نتیجه، فقط گفتم که یه کار خوب ارائه کنم، با تمام وجودم تمام انرژیمو گذاشتم برای اون کاره، اون کاره نتیجه بهتری داده. ولی وقتی تمرکزتو میذاری رو نتیجه، کیفیت کار میاد پایین، استرست میره بالا و ممکنه اون نتیجه دلخواه خودتو نگیری. یعنی وقتی تمرکز رو نتیجه نباشه اتفاقا نتیجه خیلی بهتر میاد. وقتی تمرکز رو این باشه که آقا من میخوام کارم به بهترین شکل انجام بشه، این فرصتی که الان در اختیار منه، این در واقع توانی که الان من دارم ازش به بهترین شکل ممکن استفاده کنم، اینه که نتیجه میده، اینه که میتره کنه. تمام انرژیتون رو بذارید، با تمام توان از انرژی و از رویایی که الان دارید استفاده ببرید و مطمئن باشید که یه آینده فوق‌العاده میسازید و مطمئن باشید که خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که فکرشو کنید دوروبریاتون انتظار داشته باشن شما توانمندید، میتونید واقعا شگفتی بسازید. مثل حسین ابراهیمی که پستشو چند وقت پیش گذاشتم، تقریبا یه هفته پیش گذاشتم، از تراز 3900 قلمچی رسیده به 7100 پزشکی قبول شده. از کی شروع کرده؟ از بهمن ماه. با چه معدلی؟ با معدل 10.17، دو تا تک ماده تو درس ریاضی و شیمی، ولی پزشکی سمنان قبول شده. وقتی حسین تونسته با اون تراز با اون وضعیت بیاد و قبول بشه، چرا تو نتونی؟ چرا این ذهنو محدودش میکنی؟ به خودت ایمان داشته باش، به خودت باور داشته باش، نذار بقیه بهت بگن که تو کجای بازی،
خودت تعیین کن کجای بازی. نظر بقیه بهت برچسب ضعیف بودن، دور از جونت خنگ بودن، تنبل بودن به چسبونن. غیرتی شو و تمام تعصبت بلند شو نشون بده کت تنکیه. من همیشه گفتم کنکور تنها راه موفقیت نیست. هزاران راه برای موفقیت وجود داره. یه حرفایی رو قبلا شنیدیم، یا باید درس بخونی، یا اگه درس نمیخونی مملکت نمیدونم فلان کارم نیاز داره. به نظر من همه کارا محترمن. آره مملکت بیزینسمن هم نیاز داره، بیزینس وومن هم نیاز داره. دونی چی بهت میگم؟ میخوام بهت بگم که اگه مثلا شاید تو بخوای یه مربی ورزشی بشی، یه عکاس حرفه‌ای بشی، یه ادیتور حرفه‌ای بشی، نمیدونم، یا آرایشگر خیلی خوب بشی، میتونی واقعا تو کارت بی‌نظیر باشی. اما اگه الان اومدی پاتو گذاشتی توی بازی کنکور با تمام توانت، یادت بیاد هدفت چیه؟ هدفت رو یه بار دیگه تو ذهنت مرور کن. با تمام توانت به جنگ، با تمام وجودت به جنگ. یادت باشه بیرون میدون مبارزت یه عده انتظار موفق شدن تو رو میکشن، یه عده رویاشون موفقیت توه. و من میدونم، حداقل میتونم بگم خیلی از شماها، اگه نگم همتون، خیلی از شماها رویای موفق شدن خودتو فقط نداری. من میدونم اگه موفق بشی شما چه دلای بزرگی دارید. من یه هدف گذاری از بچه‌ها گرفتم، چند وقت پیشم باهاتون صحبت کردم، یه هدف گذاری ازتون گرفتم، گفتم آقا تو اگه آدم موفقی بشی دوست داری کار خیر انجام بدی، چقدر واقعا رویای قشنگی داشتید، کمک میکنید به بقیه. پس ببین، رسالت تو موفق شدن خودت نیست که، تو فقط مسئول رویاهای خودت نیستی که. یه عالمه آدم اون بیرون منتظرن که براشون رویا بسازی، و تو این توانایی رو داری. به خدا اگه این توانایی رو نداشتی اصلا رویاش تو ذهنت نمیومد. این عدل خدا رو میبره زیر سوال که رویا بیاد تو ذهنت، آرزوه بیاد تو ذهنت، ولی توانایی رسیدن بهش رو نداشته باشی. خب این چه عدلیه؟ این چه حکمتیه؟ خدا عادله. پس در نتیجه اگه رویایی میاد توی ذهنه، توانایی رسیدن بهش هم بهت داده. پس وقتی توانایی رسیدن به اون رویا رو داری، اگه باهاش فاصله داری، ببین کجای کارت میلنگه، ببین کجا کم کاری کردی، ببین کجا کم گذاشتی، اصلاحش کن. با تمام توانت به جنگ، با تمام انرژیت به جنگ. انرژی بگیر از اهداف بلند مدتت، انرژی بگیر از پدر مادرت، انرژی بگیر از آدمایی که دوستشون داری، تغییر بده زندگی تو. بچه من برنامه رایگان رو وقتی برای بچه ها میفرستادم، چقدر پیام های عجیبی گرفتم و واقعا بعضی موقع اصلا حالم عوض میشد، نمیدونستم باید ناراحت باشم یا خوشحال. بچه میگه آقا من یه شیفت کار میکنم برای اینکه بتونم هزینه تحصیلم رو بدم، و واقعا نیاز داشتم به یه نفر که بهم یه برنامه بده، یه چراغ راه بهم بده. چقدر خوشحال میشدم برای اینکه این برنامه رو در اختیارش گذاشتم، و چقدر ناراحت میشدم که این بچه الان تمام تمرکزش رو درسش باشه. اما باریکلا به غیرتت، باریکلا به توانت. من داوطلبای این مدلی زیاد داشتم تو این چند سال، داوطلبایی که با تمام انرژیشون، با تمام توانشون درسشون رو میخوندن، کارم میکردن حتی، و نتیجه گرفتن، رتبه شدن. پزشکی تهران داشتم، فیزیوتراپی تهران داشتم، فرنگیان داشتم، هم خانوم هم آقا. به خاطر نه به خاطر مثلا اینکه مثلا بگی طرف 30 سالش بوده 40 سالش بوده، نه، بچه 12 مدرسه ای یا یه سال پشت کنکوری کار میکرده، هزینه خونه رو میداده، خرج خونه در میآورده، ولی هدفش اگه برسم خیلی خوب میشه نبوده. هدفش بایدی بوده، باید تغییر کنه این زندگی، من باید تو دل رویاهام زندگی کنم. اگه وقت کمه 10 برابر بقیه تلاش میکنم، اگه زمان کمه با یه پلن خوب، با یه برنامه خوب که در اختیارتون گذاشتم بیشتر مرور میکنم، بیشتر انرژی میذارم، با تکنیک درس میخونم، میرسونم، جبرانش میکنم، نمیذارم بازی همینجوری بمونه. باید بازی تغییر کنه.
اگه رسیدم من تلاشمو میکنم ببینم چی میشه، اینا مال قصه هاست. تلاشمو میکنم ببینم چی میشه یعنی نمیخوام بشه، باید بشه، باید از این مسیر رد بشم، باید از این پل بگذرم، اگه برام سد شده باید این سد رو خراب کنم، اگه میشه من تو دل رویاهام زندگی نکنم، اگه به خاطر خودم نمیخوام تغییر ایجاد کنم، به خاطر پدر مادرم، به خاطر افرادی که دوستشون دارم، به خاطر افرادی که دوستم دارن، به خاطر آدمایی که اون بیرون منتظرن که من یه تغییری توی زندگی من تغییر ایجاد کنم توی زندگیشون. آره من اون تغییر رو ایجاد میکنم. این من منظورم تویی. تو باید تغییر ایجاد کنی، هم تو زندگی خودت، هم تو زندگی اطرافیانت. حالا این اطرافیانت بستگی به ذهن خودت، میتونه خانوادت باشه، میتونه شهرت باشه، کشورت باشه، یا دنیات باشه. بزرگ فکر کن، تو توانایی تغییر دادن دنیا رو هم داری. به شرافتم قسم اینو از صمیم قلبم دارم میگم، با تمام وجودم دارم میگم، تو میتونی دنیا رو تغییر بدی. تو اشرف مخلوقاتی. از پس 4 تا درس مسخره ادبیات و عربی و ریاضی نمیتونی بر بیای؟ نگاه کن به گذشتت. اگه نتونستی تغییر ایجاد کنی چون کاری نکردی براش. به خدا اگه کار کنی میشه. تغییر ایجاد کنید. بچه ها ببینید این فایل ها با توجه به اینکه تعداد فایل های پی دی اف توشون زیاد بوده، به صورت فایل زیپ شده براتون ارسال شده. بچه ها که مشکل دارید، اگه نمیتونید با گوشی برش دارید، مهران جان یه فری برام باز کن لطفا. اگه نمیتونید با گوشی بازش کنید، ببینید شما میتونید توی لپتاپ، توی سیستم برار، یا یه نرم افزاری نصب کنید که نرم افزار زیپ رر، نرم افزار رر آر ای آر باز کن. ببینید بچه ها این فایل رو نگه میداریم یا کلیک راست میکنی روش، اکسترکت باید بشه، یا اگه فارسی استخراج باید بشه، اکسترکت هیر. بفرما الان میاد اینجا. آه. بعد این فایلی که بازش میکنی، آره نکن میگیرمش. فایلی که بازش میکنی، آزمون ریاضی. ببین تمام مباحث درس به درس برات اوورده شده. مثلا درس ریاضی، ببین هر مبحثی 5 تا آزمون. بچه اینا همش رایگانه، اینجور نیست که یه بخشیشو بهت رایگان داده باشم، همش رایگانه. بچه که تصویر ندارید رفرش کنید درست میشه. احتمال 5 تا آزمون، الگو دنباله 5 تا آزمون، آمار، همش، هر مبحثی 5 تا آزمون داره که شما با روش نقطه خوانی که الان دوباره در رابطه باش باهاتون صحبت میکنم میتونید مباحث رو مرور کنید. حالا میریم توی فولدر. ببینید 3 تا برنامه برای هر رشته ای 3 تا برنامه فرستادم. برنامه 0 تا 100 ریاضی، برنامه 70% ریاضی، برنامه مروری ریاضی. ببین مروری 70%، 0 تا 100. اوکی، که حالا باز میکنم برنامه رو در رابطه باش باهاتون توضیح میدم. دفتر برنامه ریزی رشته ریاضی، یعنی این دفتر برنامه ریزی مختص رشته ریاضیه. و جزوه دوپینگ. جزوه دوپینگ چیه؟ جزوه‌ای که تمام تکنیکایی که توی کارگاه‌ها بهتون یاد دادم توی این جزوه هست. حالا توی کارگاه‌ها یه مقدار با جزئیات بیشتری صحبت شده در رابطه با تکنیک‌ها. دفتر برنامه ریزی به چه شکله؟ دفتر برنامه ریزی هم در واقع یه سری تیک برگ‌هایی داره که مختص هر رشته است. جدول‌های کیفی داره که مختص هر رشته است. به خاطر همین در واقع دفترها با هم متفاوت. خب توی رشته تجربی هم به همین شکل، توی رشته انسانی هم بچه نگاه کنید اینو استخراجش میکنیم میاد اینجا. بچه ها البته این فایل ها بچه هایی که توی سایت کلاسی رو دارید میبینید روی پنلتون قرار داده شده، یعنی دیگه اصلا لازم نیست حتی اکسترکت کنید، میری دانلود میکنی استفاده میکنی. بچه هایی که نمیتونید از طریق تلگرام این فایل ها رو بگیرید، در واقع رو پنل کلاسینو خیلی راحت میتونید برید رایگان. بچه ها کارگاه های ما توی سایت کلاسینو کامل رایگانه، همه مشاورا کارگاهاشون رو رایگان در اختیار شما میذارن. شما میتونید برید توی پنل، این کارگاه جلسه 13 همه بنده است
که در رابطه با برنامه 4 ماهه رایگانه، برید توی پنلتون و اینا رو دانلود کنید راحت. دیگه حتی فایل زیپ هم نیست، استخراج شده است خودش اونجا. و به این شکل مهران جان فایل ویدیو اگه خب حالا اگه میخوای از طریق تلگرام هم بگیری، از طریق تلگرام هم میتونی بچه ببینید این آیدی کانال منه و پیج اینستاگرام منه. این آیدی کاناله، دو تا اس داره. میتونید برید توی کانال، اونجا هم توضیحات برنامه 4 ماهه رو ببینید، هم این که در واقع دانلودش کنید. اما آیدی که باید باش در واقع بهش پیام بدید و برنامه رو براتون ارسال کنن اینه. یه آی اضافه داره. میثم فتی با یه آی اضافه داره. حالا پس میشه دو تا اس، دو تا آی. به این آیدی تو تلگرام هم میتونید پیام بدید. بچه که توی سایت کلاسینو به هر دلیل نمیتونید برنامه رو بگیرید، توی تلگرام باید به این آیدی پیام بدید. بچه تو واتساپ نمیشه، حجم فایلا زیاده، اصلا نمیشه توی واتساپ ارسالش کرد. حتما باید یا تلگرام باشه یا پنل کلاسینو. از طریق پنل کلاسینو هم میتونید بگیریدش. بچه های دهم یازدهم عزیزم، دهم یازدهمی های گل، گوش بدید. برنامه‌تون تقریبا آماده است. از 14 اسفند شروع میشه برنامه، یعنی از یه هفته دیگه، و انشالله به همین آیدی یا توی کانال تلگرامم یا از طریق پیج اینستاگرامم پیگیر باشید. فقط تو رو خدا صبور باشید یه مقدار. سه شنبه چهار شنبه قطعی آماده است و دیگه بهتون میگم چه جوری بگیریدش. و اینکه من میتونم فایل رو براشون بذارم رو پنل جلسه بعدی براتون ارسال کنم، برام بذارید. اینه که سه شنبه هم آره، میذاریمش رو پنل جلسه 14 براتون. اوکی، یعنی اگه از طریق تلگرام هم نتونستید، توی سایت کلاسینو که البته لینکش، بچه‌ای که توی اینستاگرام هستید لینکش توی بیو پیجم هست، میرید اونجا میزنید. حالا بحث کلاس ها، ثبت نام کلاس ها اینا در واقع توی همون لینک هست. میزن رو ثبت نام کلاس، نیازی نیست هزینه ای بدید. میرید توی لینک جلسه 14 سه شنبه چهار شنبه هفته آینده، همین هفته که میاد در واقع، سه چهار روز دیگه، چهار پنج روز دیگه، میرید اونجا و از توی پنل دانلودش میکنید. پس برنامه رو به این شکل میتونید دریافت کنید. مشکلی برای گرفتن برنامه دیگه ندارید. یا از طریق تلگرام فایل زیپ شده براتون ارسال میشه، دانلودش میکنید. چه فایلی؟ فایل برنامه دیگه. بچه های دهم یازدهم برنامه‌تون 4 ماهه نیست، برنامه‌تون 2.5 ماه هست، تا آخر اردیبهشته که دیگه برای امتحاناتتون برنامه متفاوت میشه. توی کارگاه بهتون توضیح میدم چیکار کنید. بچه کنکوریا، برنامه 4 ماهه شما روز تعطیل نداره، 29 اسفند نداره، 1 فروردین نداره، جمعه نداره. برنامه آزمونه با برنامه آزمونه عزم میخوام با برنامه آزمونه خودمه. 300 تا آزمون تو برنامه تونه. اوکی، و حد اکثر هم دو تا آزمون تو برنامه. مثلا برنامه رو میارم توضیح میدم. ولی بچهای دهم یازدهم که برای بچهای دهمی یه برنامه نوشتم، با توجه به اینکه برنامه از نیمه اسفند شروع میشه، برنامه رو از نیم سال اول شروع کردم که از نیمه اسفند تا نیمه فروردین توی این یک ماه نیم سال اول جمع‌بندی بشه، از در واقع نیمه فروردین هم نیم سال دوم جمع‌بندی بشه. اوکی، بچه های کنکوری برنامه تون 4 ماه هست. آقا من امتحان دارم، لوس بازی مدرسه دارم، دیگه واقعا جواب نمیده. تو 4 ماه میخوام کنکور رو برات جمع کنم، هر مبحثم 5 بار دوره کنی، امتحان مدرسه تو برو یه جوری پاسش کن دیگه. معدلت درسته 40% تاثیر داره، کنکور 1401 درسته 40% تاثیر داره، ولی تاثیرش مثبته. اگه این 40% بشه 90% هم یعنی بی تاثیر. اگه این 40% بشه 100% تاثیر مثبت، بازم یعنی بی تاثیر. آقا معدل توی کنکور 1401 تاثیر نداره، مگه اینکه بخواد رتبت بالای 50000 بشه. مثلا معدلت 20 باشه، رتبت بشه مثلا چه میدونم 50000، اون موقع آره تاثیر داره. و
ولی اگه میخوای رتبه خوب بیاری، زیر 2-3 هزار بیاری، زیر 5 هزار بیاری، اصلا به معدل فکر نکن. تو برای قبول شدن توی رشته خوبم که معدل بالا میخوای دیگه، پس قاعدتاً به معدل خیلی فکر نکنید. 1401 ها. آقا اگه من ایشالله که اینجوری نمیشه با برنامه پیش میریم، امسال شر کنکور رو میکنی میره. آقا اگه من برای معدلم وقت نذارم بعد 1401 قبول نشدم برم 1402 بخوام کنکور بدم، چه گلی به سرم بگیرم؟ خب اون موقع میری ترمیم معدل. الان برای این کنکور ما میخوایم بجنگیم. بچه‌ای که میخواد برای کنکور الان وقت نذاره، انرژی نذاره دیگه، خب قاعدتا این برنامه به دردش نمیخوره. خب بریم سراغ یکی از برنامه‌ها، یکی از برنامه‌ها رو با هم چک کنیم. برنامه مثلا رشته تجربی. بچه ببینید سه مدل برنامه. ببینید اول از همه برنامه 0 تا 100 رو با هم دیگه چک کنیم. برنامه 0 تا 100 رو با هم چک کنیم. خب ببینید بچه ها، اول از همه که اسم برنامه همون تیر آخره، یعنی این دیگه آخرین تیره، تا اگه انجامش بدی میخوره به هدف، اگه انجامش ندیم که دیگه خب قاعدتا دیگه اتفاقی برات نمیاد. ببین من یه مقدار اینو اصلا نمیخوام با چیزی بنویسم. خدا وکیلی این برنامه رو واقعا با تمام وجودم واسط نوشتم و امیدوارم که دیگه نهایت استفاده رو ازش ببری. یه بار دیگه بچه ها، تلگرام میثم فتیه، ببینید MEI2SAMFATHI، یه دونه آی به این اضافه کنی میشه آیدی که پیام میدی برنامه رو بگیری. میتونی تو کانالم هم عضو باشی، پیج اینستاگرامم هم دنبال کنی، در رابطه با برنامه هر توضیحی باشه توی پیج اینستاگرامم و کانالم بهتون توضیح میدم. خب این که مقدمه است، میخونید خودتون مقدمه رو، حتما بخونید مقدمه. بسیار که برنامه با چه اصولی نوشته شده توضیح دادم. اما بریم سراغ خود برنامه. این برنامه 0 تا 100 رشته تجربیه. اوکی این برنامه 0 تا 100 رشته تجربی. بچه نگاه کنید ببینید چه اتفاقی میفته توی برنامه‌تون. ببین مثلا یه ذره دیگه بیارمش بالا. ببینید چه اتفاق. ببین مثلا درس زیستشناسی رو نگاه کن. فصل 1 دهم مطالعه، فصل 1 دهم. بچه میم یعنی مطالعه، تی که گذاشتم تی یعنی تست، توی دایرکت زیاد میپرسیدید میم مطالعه تی تست. فصل 1 دهم تست. آقا من چقدر بخونم باکس اختصاصی؟ بچه کمتر از 1.5 ساعت نشه اختصاصی، کمتر از 1.5 ساعت نشه. به نظرم دیگه 2.5 ساعت هم بستشه، بیشتر از 2.5 ساعت هم نشه. اینکه چه جوری بخونم تو کارگاه شماره 1 میتونید برید توی پیج اینستاگرامم، دوباره اون لینکی که توی بیو پیجم هست بزنید جلوی بعضی از کارگاه. 3 تا از کارگاه ها نوشتم خیلی مهم، کارگاه شماره 1، کارگاه شماره 6 و کارگاه شماره 11. این 3 تا رو فعلا ببینید، با همین تکنیک ها درس بخونید. اوکی روش مطالعه دروس رو هم به صورت پست هم توی تلگرام هم توی اینستاگرام براتون گذاشتم. آقا این که خیلی ساده به نظر میرسه، فصل 1 مطالعه تست، برای چی میگید برنامه خفنه میترکونه عالیه؟ ببین اینجا روز سه میشه دوشنبه، شنبه یک، شنبه دوشنبه، 9 اسفند، فصل 1 تموم. روز بعدش نگاه کن، اولین آزمون از فصل 1 زیست شناسی رو شما میده. یعنی هر وقت مطالعه تموم شد تستشو زدی، اولین آزمون تو روز بعدی میزنی. اوکی من فکر کنم اون فیریه رو بستم، نه آینش. ببین اولین آزمون تو میزنی، حالا چجوری آزمون رو میزنی؟ هر آزمونت 20 تا تست داره، یعنی اولین مروری که انجام میدی 20 تا تست داره. این تستا رو کی انتخاب کرده؟ بچه ها توی هر درسی
معلم مربوط به اون درس تست رو انتخاب کرده و این خیلی بی‌نظیره. 20 تا تست داره هر درس. شما میری تستا رو میزنی، بعد نگاه میکنی، برای مثال اولین آزمونت بوده دیگه، 10 تا درست میزنی 10 تا غلط. ببین نوع مرور رو ببین، تو اصلا به نوع مرور توجه کن. اصلا برای چی من این مدلی گفتم باید مرور کنی؟ یه بار باید توضیح بدم اصلا چرا باید این مدلی مرور کنی. آقا من یه درسی رو قبلا خوندم، الان بخوام برم بخونم، الان بخوام برم مرورش کنم، چه مدلی بخونم؟ دو مدل مرور داریم. برم صفحه بعد. دو مدل مرور داریم. یه مرور داریم به اسم بازیابی اطلاعات، یه مرور داریم به اسم بازخوانی اطلاعات. آقا توی مرور به سبک بازیابی اطلاعات من میشینم فکر میکنم، میگم دیروز چی خونده بودم، فکر میکنم یادم میاد، میگم آها اینو خونده بودم، این اینجوری بود، این فرمول اینجوری بود، بهش میگم بازیابی. یکی از انواع بازیابی که خیلی کاربردی تره برای داوطلب کنکوری چیه؟ تست زنی. بازخوانی هم که یعنی دوباره بشینم بخونمش. توی مطالعاتی که توی یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا انجام شده روی 400 تا دانشجو که 4 تا گروه 100 نفره بودن، به این نتیجه رسیدن که افرادی که بازیابی اطلاعات میکنن توی دراز مدت نتیجه بهتری میگیرن. حالا چه جوری؟ دو تا گروه اول بهت میگم، گروه 1 و گروه 2. بهشون بچه ها یه برگه دادن لغت آفریقایی، یه زبان آفریقایی که تا حالا تو زندگیشون همچین کلماتی رو نشنیده بودن. خب گفتن آقا اینا رو بخونید. خوندید؟ آره. برگه ها رو بدید برید خونه هاتون، فردا بیایید. فردایش اومدن برگه ها رو به گروه اول دادن، گفتن دوباره بخونید. دقت کنید، برگه ها داده بودن، همه خونده بودن، رفتن خونه شون، اومدن روز دوم به گروه اول برگه ها رو دادن، گفتن دوباره بخونید. به گروه دوم گفتن که آقا یه برگه سفید بهت میدیم، هر چه دیروز یادت میاد بنویس. شبش ازشون امتحان گرفتن. کی نتیجه بهتری گرفت؟ اگه گفتی شاید خیلیاتون بگید اونی که بازیابی کرده بود، فکر کرده بود چی خوندم نوشته، ولی نه، توی کوتاه مدت اونی که بازخوانی میکنه نتیجه بهتری میگیره. اونا نتیجه بهتری گرفتن، گفتن اوکی حالا برید خونتون، یه هفته دیگه بیاید ازتون آزمون بگیریم. یه هفته دیگه وقتی ازشون امتحان گرفتن، گروهی که بازیابی کرده بود نتیجه با اختلاف بهتری گرفته بود، اطلاعات توی حافظه شون ضبط شده بود. یه ماه دیگه امتحان گرفتن که خب این اختلاف خیلی بیشتر شد. بچه‌ای که بازیابی کرده بودن میانگین درصدشون تا 35-40% بهتر از افرادی بوده که بازخوانی کردن. اوکی، پس اگه من بازیابی اطلاعات انجام بدم چه اتفاقی میفته؟ فراموشی کمتر. این یکی فراموشی بیشتر. بچه من توی این مهارتم میره بالا، چون دارم تست میزنم، توی این مهارتم تغییر نمی کنه، اصلا مهارتم کمک بهش نمی کنه. حالا یه اتفاق دیگه میفته، به این دوتا گروه میگن آقا گروه اول، بچه گروه 3 و 4 ولی من میگم همون گروه 1 و 2، به یه گروه میگن آقا این لغت ها رو خوندی، برو خونت فردا بیا. بعد تو گروه لغت ها رو دادن خوندن، میگن برو فردا بیا. فرداییش میان میگن هر چی که بلدید، هر چی که بلدید مثلا بپرس، میپرسیم ازتون هر چی که بلدید یادتون باشه. به گروه اول میگن همه چی رو بخون، به گروه دوم میگن چیزایی که یادت رفته، فقط چیزایی که یادت رفته رو بخون. اوکی، به گروه ببین، هر دو تا گروه برگه رو دادن خوندن، رفتن خونه شون، فردایی اومدن ازشون پرسیدن، به گروه اول گفتن همه رو یه دور دیگه بخون، به گروه دوم گفتن چیزایی که یادت رفته رو بخون. کدوم حالا نتیجه بهتری میگیره؟ بیاید تو چت بهم بگید بچه، کامنت بذارید توی لایف، کدوم گروه نتیجه بهتری میگیره؟ زود زود زود. یکی دو نفر جواب دلخواه منو دادن، یکی دو نفر، سه نفر، یکسان. بله نتیجه یکسانه، اما اینجا یه
جرقه‌ای میخوره. اینجا یه جرقه‌ای میخوره. حالا کدوم بهتره؟ نتیجه یکسان. شبش ازشون امتحان بگیرن، یه ماه بعد ازشون امتحان بگیرن، نتیجه یکسانه. به من بگو که کدومش بهتره. باریکلا آقا این کار اضافه انجام نمیده. اون چیزی که بلدی رو دوباره بخونی چیزی بهت اضافه نمیشه. پس چرا من برم چیزی که بلدمو بخونم؟ اوکی، پس در واقع اگه من بازیابی اطلاعات داشته باشم، برم ببینم کجاها رو بلد نیستم، کدوم تستا رو غلط میزنم، اونایی که بلد نیستم و بشینم بخونم، ذخیره زمان. ولی این در واقع زمان خیلی بیشتر. یکی به خاطر اینکه چیزایی که یادم رفته رو میخونم، یکی به خاطر اینکه بچه ببین بعضی از فصلاتون مثلا تو روانشناسی بچه انسانی مثلا تابه یا ابوالفضل میدونم مثلا تو جزوت رو بخوای بخونی 500-600 تست باید بخونی، مثلا نمیدونم بچه های تجربی مثلا یه فصلی مثل قلب بخوای بخونیش دقیق بخونی با جزوه 15 ساعت ازت وقت میگیره، کلی ازت وقت میگیره. ولی به جاش میتونی چیکار کنی؟ به جاش میتونی توی مرورت اون تستا رو انجام بدی. آقا من 20 تا تست زدم، خب این 20 تا 10 تاش درست شده 10 تاش غلط. اون چیزایی که درست زدم لازمه بشینم برم نکتهشو دوباره بخونم؟ نه دیگه، اونا رو بلدم. الان بهت گفتم مطالعات انجام شده. چیکار کنم؟ اون چیزی که بلد نیستم و چجوری بخونم؟ نقطه خانی. بهترین نوع مرور، هم تست میزنی هم آزمون میزنی، مهارت آزمون زدنت میره بالا، تکنیک دو خودکار انجام میدی، هم این که بهترین نتیجه بهترم میگیری، وقت کمتر نتیجه بهتر. یا اول فصل، پس به خاطر اینه که میگم تو 4 ماه میشه نتیجه گرفت. اوکی بچه، همه رشته ها رو توضیح میدم، عجله نکن، فقط اینجا رو نگاه کن. آقا این رفیقمون آزمون اولش رو زده، آزمون فصل یک زیست دومیش اینجا نهم تموم شد، یه روز بعدش میشه دهم، بعد 3 روز بعدش میشه 12، سه روز بعد از اولین مطالعه، در واقع 2 روز بعد از دومین اولین مرور. خب مرور بعدیمون میشه کی؟ میشه 10 روز بعد، 1 روز بعد، 3 روز بعد، 10 روز بعد. 10 روز بعد میشه در واقع روز 9 بوده، میشه روز 19. بریم نگاه کنیم، اینهاش. سومین آزمون میبینی؟ بعدیش میشه کی؟ بعدیش میشه 1 ماه بعد، یعنی 30 روز بعد. 9 بوده، بعدیش میشه دوباره 9. ببین اینهاش. حالا ببین 2 روز اومده عقب‌تر. چرا؟ 1 روز 2 روز اینور اونور بچه خیلی مهم نیست. اینو براتون این کار انجام دادم که توی هیچ روزی بیشتر از 2 تا آزمون نزنید. اینجوری نشه که 1 روز 5 تا آزمون بزنی، 1 روز هیچی آزمون نزنی. اینو دیگه با توجه به تجربه‌ای که داشتم و میدونم حالا اگه مثلا به جای مثلا 30 روز 29 روز بگذره اتفاق خاصی نمیفته، چون یه منحنی دیگه ای داره میاد پایین، تو میگیریش میبریش بالا. 1 روز این ور اونورش خیلی مهم نیست. ببین خیلی برنامه خفنه، خیلی برنامه خفنه. بهترین نوع مرور رو انجام میدی، آزمونات همش توی برنامه‌ت هست. آقا میخوای آزمون بیشتر بزنی، فرصت داری تست بیشتر بزنی، برو کتاب تستتو بردار زیرو رو کن، برو کتاب تستتو بردار بیشتر تست بزن، رندوم 20 تست انتخاب کن بزن، به خدا میتره کنی، به خدا میتره کنی. حالا این مثلا تجربه. حالا یه سوالی پیش میاد برای بچه ها، آقا من مثلا داوطلب رشته تجربی هم، داوطلب رشته تجربی هم، بعد
مثلا شیمی خیلی مش بقیه درس رو اوکی ام، ولی تو شیمی خیلی میلنگم، چیکار کنم؟ برنامه 0 تا 100 رو اجرا میکنم، برای شیمی میرم برنامه اینو چیکارش کنیم که برای شیمی میام برنامه 70% رو اجرا میکنم، نمیتونم شیمی رو بیشتر بخونم، یعنی فقط شیمی رو اینو نباید اینجا باز میکردم خب فقط شیمی رو میام اینجا از برنامه 70% خیلی خوشگل اجرا میکنم، به جایی که شیمی رو از اون بردارم شیمی رو از این برنامه اجرا میکنم. آقا یه موضوع دیگه ای، من اصلا میخوام برنامه 0 تا 100 رو اجرا کنم، 0 تا 100 رو میخوام اجرا کنم، این دوتا درس رو مثلا با این دوتا درس رو دارم کلاس میرم، این چهارتا رو دارم کلاس میرم، چیکار کنم؟ این چهارتا با برنامه معلم میخونم، در عوض چیکار میکنم؟ با برنامه معلم هم میخونم میرم جلو، در عوض برنامه مروری رو برای این درس رو پیش میبرم، برنامه معلمم رو اجرا میکنم، برای این درس ها برنامه مروری ما اجرا میکنم، اون چارتایی که کلاس میرم و میام برنامه مروری رو بر میدارم، فقط برنامه مروری رو اجرا میکنم. ببین الان من هنوز شیمی چی ندارم، ببین میام توی مثلا روز 14-12 فصل 1 دهم باید یه مرور بشه، دو تا باکس برای مرورش دارم، بعد میام فصل 1 شیمی اولین آزمون، دومین آزمون، سومین آزمون یا اول فصل. دیگه چی از این؟ دیگه چی میخوای واقعا؟ دیگه تو بیا بگو چه بهونه‌ای داری برای درس خوندن؟ چه بهونه‌ای داری برای رتبه نشدن؟ برای هر مبحثی مشکل، یعنی تو الان 3 تا برنامه داری که میتونی خیلی راحت شخصی سازیش کنی. الان مشکلی هست، کسی هست متوجه نشده باشه از برنامه چجوری باید استفاده کنه؟ یه بار دیگه میگم آقا برنامه 0 تا 100 رو من میخوام اجرا کنم، توی یه درسی مثلا تو درس ریاضی مشکل دارم، نمیتونم 100% مباحث رو بخونم، اوکی چیکار کنم؟ این درس رو 100% مباحث رو نمیتونم، ایرادی نداره، میام اون یه دونه درس رو توی برنامه 70% نگاه میکنم، 70%ش رو اجرا میکنم. برای بعضی از درس ها 70% نذاشتم، مثل توی رشته تجربی زیست‌شناسی، مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی اقتصاد، اینا رو دیگه، مثل حسابان برای بچه های رشته ریاضی، ولی خب مثلا از درس هندسه گسسته شون که میدونم کمتر بچه ها میرن سمتش، که متاسفانه امسال شرایط دفترچه کنکور جوری شده که شما باید پکیج ریاضی رو جواب بدی، از هندسه گسسته، هندسه پایه شون مثلا نظر شخصی میموده که بیشتر بچه ها توش مشکل دارن، کمش کردن، یا مثلا نظری اعداد رو کم کردن. اینجوری میخوام بهت بگم که آقا شما برنامه تو میتونی خیلی راحت شخصی سازی کنی. بچه برای زمین شناسی، بچه که میپرسید، برید نگاه کنید، من اون آخرش توی آزمونای جامع زمین شناسی رو اضافه کردم که همش رو بخونید. اگه ببین احتمالاً بیشترتون داوطلب صفر نیستید، 99% شما صفر نیستید، تازه از الان نمیخوای شروع کنی، یه جایی میبینی برنامه راحت تر سریع تر میتونی تموم کنی. مثلا من برات 10 تا باکس فصل 1 شیمی گذاشتم، تو نیازی نداری تو 10 تا باکس بخونیش، تو مثلا 5 تا باکس مرورش میکنی، کلی هم تست میزنی ازش، 5 تا باکس اضافه داری زمین شناسی بخون، متوجه این؟ برای انسانی هم گفتم دیگه، فرقی نمیکنه بچه ها. ببین الان برنامه انسانی رو هم بیارم، چجوری بریم رو دسکتاپ که خدا خوشش بیاد؟ خب انسانی ها چون خیلی دارید میگید، بریم یه دونه انسانی هم نشون بدیم. آقا انسانی هم همونه دیگه، بیا آزمون انسانی، دفتر برنامه ریزی، جز آقا دفتر، اصلا یه لحظه دفتر برنامه جزوه رو ببینیم بعد بریم سراغ جزوه رو ببین. خدا وکیلی تو جزوه رو ببین، یعنی من بهت یه جزوه دادم، میای اینجا خیلی راحت خانم دکتر بازیپور که برای در واقع
گردآوری این جزوه خیلی به من کمک کردن، داوطلبای قدیمی بنده هستن و واقعا خیلی زحمت کشیده برای آماده شدن این جزوه و واقعا اگه کمک ایشون نبود من انقدر سرم شلوغ بود نمیتونستم جزوه رو براتون آماده کنم. ببین بچه ها، برنامه ریزی، مکان مطالعه، چه کتابی بخرم، کلاس تقویتی، کنکور، ساعت مطالعه، تعادل، تمرکز، دقت، خلاصه نویسی، مرور، چجوری لغت حفظ کنم، تکنیکای تستنی، یا خدا نمیدونی تکنیکای تستنی چیه. توی کارگاه 1 و کارگاه 6 خیلی در اوتو تست و تحلیل تست صحبت کردم، کارگاه ها رو حتما ببینید، این سه تایی که بهتون گفتم، کارگاه 1، کارگاه 6 و کارگاه 11 رایگان از سایت کلاسینو یا از آپارات، لینکش هم توی بیو پیجم هست، جلوشو نوشتم، خیلی مهم، اونا رو حتما ببینید. تیپ شناسی تست اصلا چیه تو انتخاب رشته و اینا که حالا فعلا براتون زوده. تکنیک های آزمون دادن، مدیریت زمان قبل آزمون بعد آزمون، تحلیل آزمون، آشنایی با تکنیک دو خودکار، البته مدیریت زمان و تکنیک های آزمون دادن و اینا رو یه مقدار تغییرش میدم تو جلسات بعدی، سعی میکنم بیشتر درباره اش صحبت کنم با توجه به دفترچه‌ای که تغییر کردن. البته امتحان نهایی خیلی خیلی چیزا از همش خفن‌تر، روش مطالعه دروس به سبک اساتید کلاسینو، یعنی هنوز فایلا موجوده، مثلا یه استاد 20 دقیقه 30 دقیقه 15 دقیقه برای من وایس فرستاده، گفتم من به داوطلبم میگم این مدلی درس بخونه، 10 سال 11 سال تجربه کاری دارم، شما که معلم این درسی پیشنهادت چیه؟ وایس فرستادن برای من، من اون نکاتی که دیدم توی اون وایس خیلی کاربردی و خیلی عالیان اضافه کردم به مقاله ها که دیگه واقعا برید بهتر کن این مقاله. بچه این رایگانه دیگه واقعا چی میخواید شما؟ خیلی خوشگل و شیک و ترتمیزم اووردیم براتون. اول جزوه ببین من چند صفحه در تو برنامه ریزی فقط توضیح دادم، یعنی یه نفری که میخواد برنامه شخصی سازی کنه به من این مدلی میگفتم، خودم این مدلی برنامه ریزی میکنم. بیا نما کن چقدر توضیح دادم در تو برنامه ریزی بهتون، بیا اینجوری برنامه ریزی کن. اینم یه مدل برنامه ریزی بفرما برنامه، که حالا مدل برنامه ریزی تو اول دفتر برنامه ریزیتونم اووردم. ببین هنوز برنامه ریزی ها، میبینی چقدر توضیح دادم در تو برنامه ریزی، یعنی اگه یه داوطلبی حتی یه مشاوری بخواد کار مشاوره و برنامه ریزی رو شروع کنه، یا اینکه حالا مثلا داره آماتور کار میکنه میخواد حرفه‌ای کار کنه، میتونه بیاد اینو بخونه و واقعا براتون برنامه ریزی کنه، برای داوطلباش برنامه ریزی کنه که برنامهش بهتر هم بشه. بیا این شد برنامه ریزی، ببین چقدر بود، دستم درد گرفت، حالا دیگه میشه مباحث بعدی. این میشه جزوه مشاورتون. آقا این تموم، بریم سراغ دفتر برنامه ریزی. دفتر برنامه ریزی خیلی زیاده، واقعا فکر کنم نتونم نشونتون بدمش دیگه، یه مقدارش فقط بهتون نشون بدم. دفتر برنامه ریزی رو ببین، دفتر برنامه ریزی رو توی پست اینستاگرامم بیشتر دربارش توضیح دادم، نحوه پر کردن دفتر برنامه ریزی هم براتون ارسال میشه. مهران جان فکر کنم یه ویدئوی 20 دقیقه‌ایه، من تو تلگرام برای بچه‌ها ارسال می‌کنم، یادم رفت بگم بذارش رو پنل، میشه بذاریمش رو پنل، بعد لایو که تموم شد برات میفرستم نحوه پر کردن دفتر برنامه‌ریزی رو برای بچه‌ها، لطفاً روی پنل بذار. خب نحوه پر کردن دفتر برنامه‌ریزی هم که براتون ارسال میشه، خب این پی دی اف باز شه، این دفتر برنامه‌ریزی، ببین دفتر برنامه‌ریزی آره ما کن یه جداولی داره که حالا نحوه پر کردنش رو رو پنلم میذاریم، ویدیوش هم براتون ارسال میشه، بعد میایم پایین یه سری جداول خیلی به خصوص و عجیب غریبی هم داره، مثلا این جدول کیفی هم. ببین جدول کیفی رو بذاری یه کمی هم پایین تر، جداول کیفی رو، این مال رشته انسانیه. خب شما هر مبحثی رو از دهم درسیه که چند تا درست دادی، چند تا غلط دادی، چند تا نزده داشتی، چند بار تا الان مرورش کردی. ببین اصلا واقعا دفتر برنامه‌ریزی دفتر بمبه، خیلی دفتر عجیب غریبی. اینم جداول یه ذره زیادی رفتیم پایین، اینم بچه آزمون روش ابینکاس، بهتون گفتم هر مبحثی رو که میخونی اینجوری یه روز بعد از اولین مطالعه
سه روز بعد از اولین مطالعه، 10 روز بعد از اولین مطالعه، 30 روز بعد از اولین مطالعه و 90 روز بعد از اولین مطالعه باید مرورش بذاری. میتونی همینجور تو این جدوله رو پر کنی. مثلا این میشه اسفند، بعدیش میشه فروردین، یعنی جدول بعدی، صفحه بعدی میشه فروردین، بعدیش میشه اردیبهشت، بعدیش میشه خرداد، تیر. اوکی، میتونی این تو وارد کنی دیگه. بچه ها ببینید، آها، یکی از بچه های سوال پرسید قشنگه، میگه آقا مگه ما توی یه درس مشکل داریم نباید بیشتر تمرین کنیم؟ چرا 70% رو اجرا کنیم؟ ببین بچه ها، حجم برنامه کم نشده. مثلا من توی برای مثال میگم، توی برنامه 100% تابه رو 10 تا باکس گذاشتم، 15 تا باکس گذاشتم، توی برنامه 70% تابه رو مثلا 25 تا باکس گذاشتم، باکس بیشتری گذاشتم. اینجوری نیست که برید تنبلی کنی نخونیش، نه، تعداد باکس ها رو برای اون مبحث بیشتر گذاشتم. حله؟ برنامه 70% یعنی یه ذره از بقیه مواز کندیم، اون چیزی رو که میخونی به تسلط 100% برسی دیگه. اینجوری بوده. حله بچه ها؟ حله؟ خب این هم دفتر برنامه نیست. حالا بذارید برنامه انسانی رو هم بیارم. این 0 تا 100 انسانی، این 0 تا 100 انسانی. اینا برنامه 0 تا 100 انسانی که به همون شکلی که گفتم. ببین مثلا برای اقتصاد نگاه کن، یه ذره برمی برته. مثلا برای منطق بذار بهتون میگم که اینجا راحت تر بتونم نشون بدم. بچه نگاه کنید، منطق، درس یک منطق مطالعه، درس یک منطق تست، درس یک منطق تست، درس یک منطق تست، آزمون بخش یک منطق. حله؟ به همین راحت، شبیه همونا دیگه. آزمونا تو برنامه روتینتون هست. اگه یه درسی رو میخوای در واقع با یه برنامه دیگه پیش بری، میری از برنامه مروری استفاده میکنی، آزموناشو میزنی، فقط اون مروره تو برنامه باشه. بچه برای برنامه فیزیکی خیلی دارید سوال میپرسید. برنامه فیزیکی رو توی اینستاگرام بهتون میگم، با یکی دوتا ناشر صحبت کردم، بچه که میخوان با همون ناشر هماهنگ کنن، براشون فیزیکی بزنن با قیمت خوب و کیفیت خوب براشون ارسال کنن. با 2-3 نفر صحبت کردم، حالا یکم سرم شلوغ، درگیر برنامه گروه پایه هستم. انشالله میزنیم میترکونیم دیگه، یعنی هم برنامه بگیرید، نمیدونم فیزیکی بگیرید، آزمونا رو بگیرید، هر کمکی از دستم بر بیاد بهتون میکنم که انشالله امسال شر کنکور رو بکنید بره. و اما اجازه بدید بچه ها، حالا با توجه به اینکه داوطلبایی که با خود من مشاوره هستن دیگه، خب به هر حال فکر میکنم یه حقی داشته باشن که بهشون بگم چه اتفاقی میفته. بچه که با خود من مشاوره هستن نگران هیچی نباشید. دیدم بعضا بچه ها نگرانن آقا ما که داوطلب شما هستیم باید چی کار کنیم، از این برنامه استفاده کنیم یا نه. دختر خوب، پسر خوب، تو داری از من برنامه هفتگی میگیری، برنامه تو دیگه یه برنامه هیولاه، اون برنامه رو برات شخصی سازی دارم میکنم، نگران چی؟ من دارم بهت برنامه شخصی سازی شده هفتگی میدم. حالا چه پرو باشی، چه نمیدونم اسمارت باشی، چه تی ان تی باشی، داری برنامه شخصی سازی شده از من میگیری. بچه‌ای که اردوی نوروزی در واقع ثبت نام کردن، اون یک ماهی که توی اردوی نوروزی با هم هستیم، که حالا فکر میکنم پروسش ما طولانی تر بشه، اصلا 2 ماهه بشه پروسمون، برنامه دقیقش رو توی اینستاگرام بهتون میگم. بچه‌ای که با من اردوی نوروزی هستید، شما برنامه‌تون خیلی شخصی سازی میشه، یعنی کاملا 0 تا 100 با هم میاد بالا. اصلا نگران برنامه‌تون نباشید، شما برنامه‌تون شخصی سازی شده است، تست پوششی تو برنامه‌تون بوده، به جای تست پوششی از این بعد این آزمونا تو برنامه‌تون قرار می‌گیره به شکل مروری. اصلا من برنامه‌ام اگه بگم یه خصوصیت داره، کلاً اگه کلاً بگم مشاورت نه برنامه‌ت، کلاً خصوصیت کارت توی مشاوره چیه که خیلی مثلا بهش افتخار می‌کنی و پوزش رو میدی چیه، میگم جنبندی مرور.
داوطلب من از روز اولی که میاد با من توی برنامه و پا میذاره توی برنامه، از روز اول مرور و جنبندی رو شروع کرده. یعنی شما مرور جنبندی از اول تا آخر تو برنامه هست، دیگه اصلا نگران هیچ چی نباش. کلن نگران نباشید، دیگه یه برنامه خیلی بمب داریم، هم برای بچه که ارده نوروزی هستن که دیگه واقعا دوران طلاییه دیگه. شما حساب کن ما توی اون یکی دو ماهی که برای در واقع برای ارده نوروزی فرصت داریم چقدر میخوایم کار کنیم و چقدر جنبندی کنیم. یا مثلا بچه که تو تره تی ان تی میاد ثبت نام میکنی تره مشاوره با من، برنامه شخصی سازی شده داری، نمیدونم با خود من در تماسی، گروه رفع اشکال آنلاین داری و دیگه حسابی براتون کار میکنیم ایشالله که برید بهتر کنید. در رابطه با اردو نوروزی که ثبت نامش هم شروع شده، ظرفیتش هم محدوده، پست توی اینستاگرام و کانال تلگرام هم میذارم، دنبال کنید. به زودی در رابطه باش پست میذارم. اما فعلا تمرکزم روی برنامه هاتونه که این برنامه به بهترین شکل ممکن اجرا بشه. بچه در تو تکنیک دو خودکار دارید سوال میپرسید. من چرا اینو بستم؟ در رابطه با تکنیک دو خودکار که سوال میپرسید، الان بهتون توضیح میدم. در رابطه با تکنیک دو خودکار، بچه ببینید آزمونایی که بهتون میدم رو تو زمان استاندارد بزنید. مثلا 20 سوال ریاضی رو توی 30 دقیقه حل میکنی برای مثال، خب توی 30 دقیقه حل میکنی، بعد میای درصد گیری میکنی. اینو بهش میگیم بچه زماندار نوع دو، زد دو، استاندارد کنکور. بعد میای چیکار میکنم؟ میگه آقا من توی 30 دقیقه نتونستم همه 20 سوال رو خوب بخونم جواب بدم. قبل از اینکه بری پاسخ تشریح رو بخونی، قبل از اینکه، حالا بچه این درصد گیری الان انجام نمیشود، عذر میخوام، بذار اینجا بنویسم برات، دارم یه صفحه دیگه اینجوری میزنی. آقا 20 تست داری، در واقع 30 دقیقه زمان، اوکی 30 دقیقه زمان داری، 20 تست، 20 تست تو 30 دقیقه میزنی تموم. اوکی اینو با خودکار آبی میزنی، خودکار اول. حالا من برعکس مینویسم، اشکالی نداره، حالا خودکار آبی و قرمزش آبی باشه خیلی مهم نیست. بعد میای همین 20 تست رو میگه آقا من وقت کم آوردم، اگه وقت بیشتری داشتم میتونستم بهتر نتیجه بگیرم، نتیجه بهتری بگیرم. خب یا 20 دقیقه مثلا وقت اضافه تر لازم داشتم، میای تحصیحش میکنی با خودکار دوم. اوکی تحصیحش میکنی توی وقت اضافه تر، تحصیحش میکنی، سوالی که نتونستی حل کنی رو دوباره حل میکنی، درصد گیری میکنی، در نهایت میگه آقا درصدم با خودکار آبی شده مثلا 50%، 20 دقیقه وقت اضافه دادم بهش، درصدم شده 70%. بچه بعضن این درصد ها معنی های خاصی داره. یه وقتی اگه مثلا من 5 دقیقه وقت اضافه بدم 20% رشد درصد داشته باشم، یعنی توی تیپ شناسی تست مشکل دارم که توی کارگاه بعدی بیشتر دربارش باهاتون صحبت میکنم. یا نه اگه یه وقتی مثلا من نیم ساعت وقت اضافه بدم درصدم تغییری نکنه، یعنی مشکل علمی دارم، مشکل مهارتی ندارم. اگه یه وقتی مثلا 20 دقیقه وقت اضافه بدم درصدم مثلا 30-40%، 20% اضافه بشه، 20-25-30% اضافه بشه تو 20 دقیقه مثلا، این یعنی مشکل مهارتی دارم، باید بیشتر آزمون بزنم، که در واقع توی آزمون بعدی بیشتر دربارش باهاتون صحبت میکنم. حل بچه ها در رابطه برنامه، نحوه دریافتش، اینا که دیگه مشکل ندارید. یه بار دیگه فقط توضیح بدم، نحوه دریافت توی پنل کلاسینو 1 از طریق کانال تلگرامم به این آیدی 2، این آیدی کانالمه، در واقع آیدی که به همکارم پیام میدی برنامه رو دریافت کنی، یه آی اضافه تر داره. اوکی یکم از این طریق دیگه. بچه فکر میکنم سوالی برات، آها بچه که مدرسه میرن، بچه که مدرسه میرید باکس های مطالعاتین رو تایمشو کمتر کنید دیگه. به جای 2 ساعت و نیم اختصاصی 1.5 ساعت اختصاصی اجرا کن، به جای مثلا 1 ساعت 1.5 ساعت عمومی 45 دقیقه عمومی اجرا کن.
و تا جایی که میتونید مدرسه رو بپیچونید، مدرسه اصلا مهم نیست. گفتم دیگه اگه 80 درس رو گرفتی با برنامه استادات پیش میری، از برنامه مروری من به عنوان برنامه مکمل استفاده میکنی. بچه ها ببینید تو تره در تو تره مشاوره تره TNT داوطلب با من، ببینید تفاوتش ارتباط با منه. برنامه تون هفتگیه، با خود من در ارتباطی، برنامه تو خودم برات می نویسم، همه کارات با منه. خب فقط توی تره پروفشنال ارتباط داوطلب با من بیشتره. اوکی، مثلا تو واتساپ هم با من در ارتباط، تماسمون به صورت هفتگی یک بار به صورت ویدیو کال، یعنی تماس تصویری، یا در واقع به صورت تماس صوتی، حالا هرجوری که خود داوطلب راحته. و تو واتساپ هم با خود من بیشتر در ارتباط، اما خب داوطلب که تر اسمارته یا همون تر TNT که الان باز شده، در واقع تماس هم به صورت دو هفته یک بار، ارتباط هم با کنکوریار داره. یعنی اگه هر وقت سوالی داشته باشه میتونه از کنکوریار هم که مشاوره، واقعا 7 سال 8 سال 9 سال سابقه کار مشاوره دارن، میتونید سوالاتون رو از ایشون بپرسید. ولی در کل با خود من در ارتباطی، برنامه‌تم خود من می‌نویسم. حله؟ گفتم دیگه بچه چجوری مچ کنید؟ گفتم اگه کلاس میری برنامه کلاس، از برنامه مروری حتما استفاده کن. بچه همه رشته‌ها رو گذاشتم، حالا فقط یه مثال زدم از انسانی و تجربی، وگرنه ریاضی انسان همش همونه دیگه. آزموناتون مرتب تو برنامه قرار گرفته شده، سه تا برنامه 70% و 0% و مروری دارید. با این برنامه بچه خدا شاهده، یعنی اینو بدون اغراق میگم، نمیخوام مثلا فکر کنید میخوام بهت انگیزه بدم این حرفو میزنم. از رتبه برترای سالی قبلم پرسیدم، گفتم آقا یه داوطلب الان شروع کنه 4 ماه مونده میتونه قبول شه، میتونه رتبه خوب بیاره، رشته تاپ قبول شه؟ به اتفاق گفتن نه. بعد برنامه رو بهشون توضیح دادم، گفتم با این برنامه میخوام داوطلبم درس بخونه، این مرور را، این شکلی سیستم، حالا نظرت چیه؟ همشون گفتن اینو کسی بخونه میتره کنه. بعد جالبه، خدا شاهده، ببین به خاطر اینکه، یعنی من فکر میکردم که نکنه به خاطر من داره میگه که به من بر نخوره، آره این برنامه خیلی خوبه. گفتم نه دیگه، اشتباهتون همینجاست، نمیشه و داوطلب تا الان درس نخونده 4 ماه میخواد بیاد، اشتباه میکنیم. گفتن آقای فتی بابا با این برنامه که سرس بخونه به خدا میشه. گفتم نه نمیشه دیگه، تو به من نگو که نمیشه. یعنی من اصرار میکردم که نمیشه، ببینم چی میگن. میگفتن نه میشه. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی گفتم شاید خودم تعصب دارم رو برنامه خودم، میگم برنامه خیلی خوبیه، عالیه، نتیجه میگیری، ببینم نظر بقیه چیه. از هر کی پرسیدم که واقعا این راهو خودش رفته یا در واقع رتبه خوبی توی کنکور آورده، گفتن با این برنامه میشه رتبه شد. یعنی نگران هیچ چی نباش، برنامه رو درست اجرا کن، بزن بتونی کن. کسی که همه درسام تا الان خوب خونده باشه میتونه از برنامه مروری استفاده کنه. توی برنامه صفر تا صد هیچ چیزی جا نیفتاده، تمام مباحث توی برنامه قرار گرفته شده که برید بهتر کنید. خب بچه من لایو رو قطع میکنم دیگه، ادامه کلاس رو میتونید بیاید توی سایت کلاسینو ببینید، سوالاتون هم اینجا بپرسید.
بچه گفتم کسی که از صفر نمیخواد شروع کنه میتونه برنامه خودشو ادامه بده، از برنامه مروری به عنوان یه برنامه مکمل استفاده کنه. برای دروس عمومی آزمون نذاشتم به خاطر اینکه دروس عمومی شما آزمون جامعش از نیمه اردیبهشت شروع میشه. آزمون جامعه میشه در واقع کنکورهای سالهای قبل، مثلا کتاب مثل دور دنیا 39 دوره آزمون عمومی داره، میتونید از اون استفاده کنید. بچه فعلا برنامه برای اردوی نوروزی حضوری ندارم، فعلا فقط با کلاسینو. بله میتونید خودتون آزمون عمومی هم اضافه کنید بزنید. البته تو کانال با من باشید، تو کانال تلگرام بهتون توضیح میدم چیکار کنید. جای مباحث رو میشه عوض کرد ولی خب دیگه بهتر عوض نشه چون برنامه آزموناش به هم میریزه. توی طرح تی ان تی هم که آزمون شخصی هم ازتون گرفته میشه. دوباره ببین کلاس دیگه، لایو هم ذخیره کردم میتونی ببینی دیگه، از اول نمیشه یه بار دیگه توضیح بدم. آزمون ببین بستگی به داوطلب داره. من رتبه داشتم، رتبه که میگم مثلا رتبه زیر 100 منظورم ها، رتبه داشتم از نیمه اردیبهشت آزمون جامعه شروع کرده، رتبه داشتم از خرداد شروع کرده، رتبه داشتم، البته ببین این تشخیص من بوده، رتبه داشتم از اول فروردین شروع کرده آزمون جامعه رو. میدونی یعنی بستگی به اون داوطلب داره که با چه شرایطی نتیجه بهتری میگیره. این دیگه نظر مشاوره که بگه اون داوطلب چیکار کنه، که حالا در رابطه با آزمون جامعه تو جلسات بعدی دو سه جلسه بعد شروع میکنیم صحبت میکنیم. حداقل کسی که الان میخواد شروع کنه حداقل 12-13 ساعت بعد مطالعه داشته باشه. بچه من دارم میگم تعداد سوال خیلی زیاده، اگه میبینید جواب نمیدم دوباره بپرسید. بله برای داوطلبای خودم برنامه هفتگی شخصی سازی شده میدم، با توجه به کلاس ها، با توجه به مباحثی که تا الان خوندن، مروراشون همونجوری لحاظ میشه. درسای ای بابا تونتون میرن، سب کنید بچه ها یه لحظه تو رو خدا. زیرگروه رشته که میخوای ببینید چنده دیگه، یه سرچ تو گوگل به همین راحتی. من که حالا نمیدونم چه رشته ایم حتی نظرت در گفتم دیگه، کلاس نکته و تست که میری با برنامه کلاسات پیش میری، در کنارش برای همون درس برنامه مروری رو پیش میبری که مرورم کنیم. همه چیز رو توی برنامه گذاشتم، هیچ چیزی نیست که تو برنامه نباشه. بچه هزینه ها رو که تر تی ان تی، حالا من نباید بگم، باید زنگ بزنید بپرسید، ولی خب اشکالی نداره. تر تی ان تی هزینهش تا کنکور 1.5 میلیون تومانه، تا کنکور. تر اردوی نوروزی 1 میلیونه و تر پروفشنال الان فکر میکنم با تخفیف میشه 3.750.000 تومان. تا الان دست و پا شکسته خوندی به هر حال، تو که نگرانی، من میگم از صفرم میشه دیگه. ببین نیازت چیه برای مشاوره، میتونی مثلا تر تی ان تی بگیری، ولی خب در واقع برنامه‌ت برنامه شخصیه، ارتباطت با من کمتره. ارتباط بیشتری با من میخوای، میتونی تر پروفشنال ثبت نام کن. کلاس‌های آفلاین هم توی برنامه شخصی سازی شده قرار میگیره. تراز 6400-500 به بالا رشته تجربه میتونه پزشکی قبول بشه توی قلمچی. بچه کلاس ها رو 30 بار گفتم چیکار کنید. سوالات فیزیک آره دیدم، انشالله اصلاحیش رو براتون تو کانال میذارم. همه چیز توی برنامه هست. شصت 70% مباحث خوندی 11 ساعت خوبه، به شرطی که با کیفیت باشه دیگه. برنامه مروری رو هم اجرا کن.
اگه یه روز عقب افتادی دیگه باید جوب توی روزهای بعدی سعی کنی جبران کنی دیگه، هنوز شروع نشده، فکر عقب افتادن نباشید. گفتم کلاسون بچه، کلاس ها رو 20 بار گفتم. شاید بچه پیام تکراری شد. اصلا نمیشه جواب دادن، اگه تون میره برای ثبت نام کنکور برنامه صفرم کدوم برم؟ برنامه 0 تا 100 برو یا برنامه 70%، هر کدوم که دیگه خودت اوکی تری. ببین برنامه 0 برای کسی که تا الان چیزی نخونده یا مواردی که خونده رو درست حسابی نخونده. شما میتونی از بچه‌ای که تا الان 50%، 60%، 70% مباحث خوندید از برنامه مروری در کنار برنامه خودتون استفاده کنید. بچه ببینید یه سری سوالایی میپرسید واقعا آدم ناراحت میشه. خودش من 2 هفته شبانه روزی نخوابیدم براتون برنامه رو نوشتم. برنامه رو گرفتی نگاه نکردی بهش که برنامه توش آزمون جامع داره، آزمون جامعه تک درس عمومی داره. یعنی اینجوری نبوده که تو کنکور مبحثی بخونی، آزمون جامعه معلومه که برنامه آزمون جامعه داره، یعنی معلومه برنامه رو گرفتی ها ولی نگاه نکردی هستن بهش. یه نگاه بندازید به برنامه، یا اینکه پست دوم از پیجمو ببینید که در رابطه برنامه 4 ماه هست، تو کانالم هم گذاشتم کامل توضیح دادم که کی آزمون میزنی، چه جوری آزمون جامعه. 6100 انسانی برای علوم غذایی باید ترازت بیاد بالاتر دیگه. با همین برنامه مروری برو ترازت حداقل 1000 تا میاد بالا، حداقل یعنی تو 7100 هم میای. بچه من به زودی از 5 صبح براتون لایو میذارم، برنامه بچه پایه تموم میشه 5 صبح براتون لایو میذارم که با انگیزه همه با هم شروع کنیم به کار کردن. دو روز برنامه رو میشه توی روز جا کرد؟ داره گوشی رو بذارید که بنازینش دتل آشغال، بدین یکی دیگه هستن، یعنی دورش کنید از خودتون. فقط سوالا رو دارم جواب میدم دیگه، موضوع خاصی تو جلسه ندارم. اگه کسی از صفر بخواد شروع کنه با این برنامه باید 12-13 ساعت روز درس بخونه. خب شما که میگی با استاد دیگه کلاس داری، ببینید ما برای هر درسی توی کلاس اینو چند تا استاد داریم. من که نمیتونستم برای ببین چند حالت مختلف میشه. مثلا من فرض کنم شما ریاضی رو با این استاد میری، برای مثالش تجربه میگم، زیست رو با این استاد میری، بعد حالا مثلا ریاضی با همون استاد، زیست با یه استاد دیگه، ادبیات با یه استاد. خب چه جوری من همه اینا رو تو برنامه میذاشتم؟ این دیگه باید شخصی سازی بشه که گفتم برنامه کلاس توی اولویت از برنامه مروری استفاده کن. خیلی از سوالا دیگه تکراریه. بچه‌ای که نتونستید از اول ببینید حتما کارگاه سیو میشه، امشب یا نهایتا فردا صبح روی پنلتون قرار میگیره و میتونید دوباره به صورت آنلاین ببینید. تراز دروغکی که زیاد داریم، بچه های رتبه برتر من میدونن من راستی آزمایی میکنم، یه دفعه زنگ میزنم سوال میپرسم ازش از آزمون، میگم مثلا این سوالی که جواب دادی رو چجوری جواب دادی، راه حلش چی بوده. چند نفرم اینجوری بهشون گفتم که مشاورتون رو کنسل کنید، یا اینکه مثلا پذیرفته گفته آقا من اشتباه کردم از این بعد درست میکنم. آدمی که نپذیرفته رو گفتم مشاورت کنسل کن، واقعا من با 11 سال تجربه دارم بر میخوره، تو ترازت این نیست. ولی رتبه هایی که من استوری میکنم همشون راستی آزمایی شدن.
یازدهمیا برنامه خودشون اجرا کنن. برای یازدهمیا دو تا برنامه دارن، برنامه یازدهم و برنامه دهم یازدهم که به اندازه کافی سنگین هست. یعنی اگه میخواد برنامه خفن‌تر اجرا کنه، برنامه پایه رو اجرا کنه که خیلی برنامه سنگینیه. دهم یازدهم با هم جمع میشه. بچه قیمت برنامه فیزیکی رو من نمیدونم، یعنی ناشر میدونه، شما با ناشر صحبت میکنید، هزینه رو به حسابشون واریز میکنید، براتون ارسال میکنه. یعنی برای من فقط میشه اون هماهنگیش، حالا اگه نظرم اسمش زحمت میشه هماهنگیش که با این نفر هماهنگ کنم، فایل رو بهش بدم، میگم اینو برای بچه ها تعداد بالا میخوایم بفرستید، هزینهش کمتر بشه براتون، کیفیتش هم بهتر بشه. تنها کاری که من میتونم کنم همین. بچه ها تر اسمارت همون TNT شده دیگه. تر اسمارت هزینهش 2.5 میلیون بود تو کنکور، الان شده 1.5 همون تر TNT. صفر دیگه میشه بچه، تراز از زیر 5000 دیگه میشه صفر. صفر بچه هایی که صفرن، برنامه 0-100 یا 70%. سعی میکنم هر روز 5 صبح براتون لایو بذارم، از هفته بعدی برنامه دقیقش رو بهتون میگم. برنامه گروه پایه که آماده شد بهشون دادم برنامه رو دیگه، انشالله. چون من الان کارم معلوم نیست، 4 صبح میخوابم 6 صبح بیدار میشم، همش درگیر نوشتن برنامه. این برنامه اوکیشه، چون داوطلبای خودم هستن به هر حال، بعد برای اونا هم وقت بذارم، برای اونا هم برنامه بنویسم، خیلی ازم داره انرژی میگیره. تموم که بشه لایو رو شروع میکنم. بچه دمتون گرم، فقط یه زحمتی بکش، من واقعا دیگه انقدر تعداد سوال زیاده، سوال رو تو دایرکت ازم بپرسید، جواب میدم بهتون تو اینستاگرام. آیدی رو هم که بهتون گفتم، با یه دونه آی میشه آیدی اینستاگرام هم این، دو تا اس با یه آی توی اینستاگرام دایرکت بدید، جواب میدم بهتون. موفقیت خیلی بهتون میاد. بهت فقط هدفتون رو به هم بگید که انشالله چه اتفاقی قرار براتون بیفته. هدفتون چیه توی کنکور؟ میخواید به چه نتیجهی برسید؟ رتبه یک تجربی 401، رتبه یک ایشالله، صنایع تهران، زیر سطح، پزشکی، شیمی، دندون، بچه ریاضی انسانی، حقوق تهران، فرنگیان، مهندسی کامپیوتر، به 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 به، دانشگاه هم بگید، دارو، دندون، به 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 به، ایشالله 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 ایشالله. به 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 به، اینو بهش میگن انرژی ها، اینو بهش میگن، یعنی داوطلب من باید این مدلی باشه، خفن، پر انرژی، عالی. باریکلا باریکلا، دمتون گرم. میخوام اون چیزی باشم که خودم هم نمیتونم فکرشو کنم. باریکلا، آدم مفیدی باشم، پزشکی دارم. آقا دمتون گرم، دمتون گرم، ایشالله میتره کنید. هر سوالی هم دارید اینستاگرام دایرکت ازم بپرسید. موفقیت شایدن بهتون میاد. آها بچه که اینستاگرام ندارید، پدر مادر بگید نصب کنن، با گوشی پدر مادر بیاید. فقط حواستون باشه که دیگه پدر مادر بهشون یاد بدید چجوری استفاده کنن از اینستاگرام. موفق باشید.